سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی در این برنامه با شما هستم با گزارش‌هایی از مهمترین خبرهای هفته گذشته. از جمله واکنش آیت الله خامنه‌ای به برجام، انتقاد دو سازمان مدافع حقوق بشری از نحوه رفتار جمهوری اسلامی با نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی، دیدار بشار اسد با ولادیمیر پوتین در مسکو و عدم همکاری مدیر شبکه ارتباطی تلگرام با مقامات ایرانی برای جاسوسی از شهروندان. در پایان برنامه هم با بهنام امینی خبرنگارمان در ترکیه همراه خواهیم شد با آخرین تحولات این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 29 مهر ماه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران مواضع خود در قبال اجرای برجام را روشن کرد. او میگوید آمریکا و اتحادیه اروپا باید به صورت کتبی لغو تحریم‌ها را اعلام کنند. به گفته رهبر جمهوری اسلامی در طول دوره 8 ساله اجرای برجام، وضع هر گونه تحریم در زمینه تروریسم و حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات نقض برجام محسوب خواهد شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که پیش از این اعلام کرده بود در مورد رد یا تصویب توافق اتمی وین دست کم به مجلس توصیه‌ای ندارد، ضمن حمله دوباره به آمریکا مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق اتمی را تایید کرد و در این حال برای اجرای این توافق شرط گذاشت. آقای خامنه ای روز چهارشنبه 29 مهر ماه در نامه رسمی به رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قانون اخیر مجلس و ملاحظات دهگانه ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره اجرای توافق اتمی وین باید رعایت شود، متذکر شده که توافق اتمی وین دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود. آقای خامنه‌ای در دستورات خود هر گونه اظهار نظر مقامات در کشورهای طرف مذاکره ایران مبنی بر حفظ ساختار تحریم‌ها را به منزله نقض توافق اتمی وین دانست و خواستار دادن تضمین‌های قوی و کافی از سوی آمریکا و اروپا برای لغو تحریم‌ها شد که از جمله آن اعلام کتبی رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌هاست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین نوشته که در اعلام اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری آمریکا باید تصریح شود که این تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. وی همچنین تهدید کرده که در سراسر دوره 8 ساله وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله تروریسم و حقوق بشر توسط کشورهای طرف مذاکره ایران نقض توافق اتمی وین محسوب خواهد شد و دولت موظف است اجرای این توافق را متوقف کند. پیش از این سعید جلیلی مذاکره کننده سابق اتمی ایران این ایراد را به برجام وارد کرده بود که با وجود اجرای توافق اتمی وین ساختار تحریم‌ها علیه ایران حفظ خواهد شد. در همین حال علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام مجلس در پیشنهادی خواستار آن شده بود که در صورت وضع تحریم حقوق بشری جدید علیه جمهوری اسلامی اجرای توافق اتمی وین متوقف شود. رهبر جمهوری اسلامی در دستورات خود تاکید کرده که اقدام در مورد نوسازی کارخانه آب سنگین عراق تنها در صورت آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد. و نوشت معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن در این باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور باید به تدریج و در دفعات متعدد باشد.
آقای خامنه‌ای همچنین اعلام کرده که اقدامات مربوط به این دو بند تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس پایان پرونده موضوعات حال و گذشته را اعلام نماید. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستار آن شده که برداشته شدن تحریم‌ها به واردات بی‌رویه نینجامد و به خصوص از وارد کردن هر گونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود. وی در نامه خود چندین بار شدیداً به آمریکا حمله کرده و همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دو نامه به او نوشته است که قصد براندازی جمهوری اسلامی را ندارد. وی در این حال گفت که اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این دو نامه خیلی زود با طرفداریش از فتنه‌های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی خلاف واقع از آب درآمد. اما دو سازمان مدافع حقوق بشری رفتار حکومت جمهوری اسلامی را با نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را ظالمانه خواندند و خواستار پایان دادن به این گونه رفتارها شدند. در اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده که در بیمارستان دست و پای خانم محمدی را با وجود اعتراض‌های پزشکان معالج به تخت بستند و یک مأمور زن را نیز به صورت تمام وقت در کنار او گذاشتند، تا جایی که ادامه این شرایط موجب شده تا خانم محمدی سه بار به صورت شدید در بیمارستان دچار تشنج شود. دو سازمان مدافع حقوق بشر رفتار حکومت جمهوری اسلامی با نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و مواردی چون بستن دست او به تخت در بیمارستان را ظالمانه خوانده و خواستار پایان دادن به این گونه رفتارها شدند. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه شنبه 28 مهر گفت این واقعیت که او را به تخت بیمارستان زنجیر کردند و از ارائه مراقبت‌های مناسب پزشکی به وی ممانعت کردند ظالمانه است. به گزارش وبسایت این کمپین، آقای قائمی تاکید کرد که همه کسانی که با ایران طرف معامله هستند باید تقاضای آزادی فوری نرگس محمدی را صریحاً بیان کنند. بر اساس گزارش ها نرگس محمدی از روز یک شنبه 19 مهر در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین و با چند روز تأخیر در اجرای دستور پزشکان متخصص به بیمارستان منتقل و بستری شده است. کانون مدافعان حقوق بشر روز جمعه 24 مهر ضمن اعتراض به شرایط نگهداری نایب رئیس زندانی این کانون در بیمارستان از جمله بستن دست و پای او به تخت خبر داده بود که خانم محمدی در بیمارستان سه بار به صورت شدید دچار تشنج شده است. در همین حال تقی رحمانی همسر خانم محمدی روز دوشنبه در مصاحبه با وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که یک مأمور زن در اتاق و دو مأمور مرد 24 ساعته پشت در اتاق او حضور دارند. وی خبر داده بود که خانم محمدی ممنوع الملاقات است و فقط روز یک شنبه به خواهر او 10 دقیقه اجازه ملاقات دادند. بر اساس گزارش ها نرگس محمدی بیش از 90 روز است که اجازه تماس تلفنی با فرزندانش را که در حال حاضر در فرانسه با پدرشان زندگی می کنند ندارد. در همین حال برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نیز در بیانیه ای رفتار ظالمانه و غیر انسانی با نرگس محمدی را محکوم کرده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است گفت که خانم محمدی در حبس خودسرانه دولت مردان ایران به سر می برد. در همین حال عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت اقدام غیر انسانی بستن خانم محمدی به تخت بیمارستان و تداوم آزار قضایی و نقض حقوق بشر او فقط به قصد مجازات او و خانوادهش به خاطر فعالیت های حقوق بشری او انجام می شود. جرالد استابروک دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نیز تاکید کرد دولت مردان ایران باید به رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز با خانم محمدی پایان دهند. وی خواستار آن شد که گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس خودسرانه که شکایت رسمی در مورد خانم محمدی دریافت کرده در این زمینه فوراً نظر دهد.
پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با اشاره به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی خانم محمدی اعلام کرده بود که این بیماری ها در فضای زندان و محیط های تنشزا تشدید می شود و می توانند جان بیمار را به خطر بیندازند. نرگس محمدی از سال 89 و پس از نگهداری در سلول‌های انفرادی بند 209 دچار بیماری‌های عصبی شده است. در خبری دیگر وبسایت‌های کلمه و سهام نیوز گزارش دادند اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی عصر سه‌شنبه 28 مهر ماه با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است. گزارش‌ها در مورد آزادی آقای گرامی مقدم پس از آن منتشر می‌شود که نگرانی‌های عمیقی در مورد وضعیت سلامت او منتشر شده بود. وکیل او روز 17 مهر ماه خبر داده بود که تقریباً بینایی‌اش را از دست داده و پزشکی قانونی نیز اعلام کرده که امکان تحمل حبس را ندارد. آقای گرامی مقدم که هم سخنگوی حزب اعتماد ملی و هم از مشاوران مهدی کروبی بود، در سالهای اخیر خارج از ایران زندگی می‌کرد و روز جمعه 26 تیر هنگام بازگشت به ایران دستگیر شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای نخستین بار از سال 2011 به طور رسمی از کشور خارج شد و برای دیدار با ولادیمیر پوتین به مسکو رفت. سوریه مدتی است با همکاری ایران و روسیه حملات جدیدی علیه مخالفان را آغاز کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین از دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در روز سه‌شنبه 28 مهر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو خبر داد. این نخستین سفر رئیس جمهوری سوریه به روسیه طی 5 سال گذشته است و پیش از این هیچ خبری در زمینه این سفر اعلام نشده بود. سخنگوی کاخ کرملین محور مذاکرات دو طرف را مبارزه با تروریسم، عملیات هوایی روسیه و حمایت از عملیات نیروهای مسلح سوریه اعلام کرد. آقای اسد در پی دیدارش با پوتین اعلام کرد که کمک‌های روسیه مانع از تبدیل اوضاع سوریه به سناریوی فاجعه بار شد و همچنین از حسن نیت پوتین در اقدامات نظامیش در سوریه تقدیر کرد. آقای پوتین نیز بر آمادگی کشورش برای ارائه کمک سیاسی و نظامی به سوریه تأکید کرده است. در همین حال ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد دولت عراق درخواستی از روسیه برای شرکت در حملات هوایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در آن کشور ارائه نکرده و گفته است که چنین کاری را در آینده نیز نخواهد کرد. پیش از این و به هنگام آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه، حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته بود از انجام حملات مشابه روسها در عراق استقبال خواهد کرد. ژنرال دانفورد گفت دولت عراق مقام‌های ایالات متحده را مطمئن ساخته که چنین درخواستی را رسما به مسکو ارائه نکرده است. وی تصریح کرد که در دیدارش با نخست وزیر و وزیر دفاع آن کشور تأکید کرده است که اگر روس‌ها نیز دست به انجام عملیاتی در عراق بزنند، آن موقع کار ما برای ارائه حمایت‌هایی که لازم دارید بسیار مشکل خواهد شد. در خبری دیگر خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد وزارت امور خارجه روسیه از طریق مجاری دیپلماتیک از طرف فرانسوی خود بابت احضار اشتباهی سفیر آن کشور در روسیه به دلیل نزدیک شدن جنگنده فرانسوی به هواپیمای مسافربری حامل رئیس دومای روسیه عذرخواهی کرد. روز دوشنبه 26 مهر ژان موریس ریپر سفیر فرانسه در مسکو به وزارت امور خارجه روسیه احضار و مراتب اعتراض مسکو نسبت به نزدیک شدن یک جنگنده نیروی هوایی فرانسه به هواپیمای حامل ناریشکین به وی ابلاغ شده بود. در واکنش دیگر به تحولات منطقه خاورمیانه، فیلیپ هامون وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه 28 مهر در مقابل نمایندگان مجلس عوام این کشور شمار نیروهای داعش در عراق را بین 10 تا 13 هزار نفر برآورد کرد و گفت مخالفان بشار اسد که شامل دولت اسلامی و شاخه القاعده در سوریه یعنی جبهه نصرت می شود دارای 80 هزار نیرو در سرتاسر سوریه هستند. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت دولت انگلستان آماده مذاکره با همه کسانی است که با انتقال سیاسی قدرت در سوریه موافق هستند، اما واضح است که از نظر بریتانیا
بشار اسد باید در مرحله از این دوره سیاسی گذار قدرت را ترک کند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 28 مهر در لندن گفت روابط تهران مسکو پایدار و راهبردی است و جمهوری اسلامی ایران روابط مشابهی را با کشورهای اروپایی و همسایگانش دنبال می کند. وی تأکید کرد که تهران از تعمیق روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و نیز عربستان سعودی استقبال می کند. آقای امیر عبداللهیان گفت به رغم خطاهای راهبردی سعودی در منطقه ما این کشور را بسیار مهم می دانیم و بر این باور هستیم که یکی از راه‌های کمک به تأمین برقراری امنیت در منطقه همکاری و رایزنی نزدیک تهران و ریاض است. آقای عبداللهیان گفت این حرف درستی نیست که روسیه از هوا و ایران در زمین در حال پیشروی هستند. ما هیچ نیروی جنگنده‌ای در سوریه نداریم. ما صرفاً مشورت‌های لازم را به دولت سوریه در خصوص مبارزه با تروریسم می‌دهیم. با این حال وی تصریح کرد در روزهای اخیر مستشاران نظامی خودمان را در مبارزه با تروریسم افزایش داده‌ایم. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه به دعوت مقام‌های بریتانیایی و در پی سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران شامگاه دوشنبه وارد لندن شد. آقای امیر عبداللهیان در این سفر دو روزه قرار است با مقامات وزارت خارجه، مقامات پارلمانی و برخی از مسئولین انگلیسی راجع به مسائل منطقه‌ای گفتگو و رایزنی کند. مدیر شبکه پیام رسانی تلگرام میگوید دلیل اختلال این شبکه در ایران این است که این شرکت قبول نکرده با مقامات ایران در مورد جاسوسی از شهروندان ایرانی همکاری کند و ابزارهای جاسوسی و ممیزی در اختیار آنها بگذارد. وبسایت گرداب وابسته به مرکز بررسی جرائم سازمان یافته که بخشی از فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران است، پیشتر در مورد استفاده از تلگرام به کاربران ایرانی هشدار داده بود. پاول دوروف، مدیر و مؤسس جوان سیستم پیام رسانی تلگرام میگوید این شبکه به طور موقت در ایران مسدود شده و اختلالاتی در آن ایجاد شده است. او سه‌شنبه 28 مهر ماه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری ایران از تلگرام خواستند تا از امکان جاسوسی و سانسور کاربران ایرانی این شبکه برخوردار شوند. آقای دوروف در حساب توییتر خود نوشت که مقامات ایران پس از رد این درخواست تلگرام را به طور موقت مسدود کردند. در متن این پیام آمده است مقام‌های ایرانی می‌خواهند از تلگرام برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده کنند. ما نمی‌توانیم در این زمینه به آنها کمک کنیم و نخواهیم کرد. تلگرام میگوید در ایران 20 میلیون کاربر دارد. این شبکه پیام رسانی روی سیستم عامل های مختلف از جمله ویندوز، اندروید و گوشی های هوشمند کار می کند و قابلیت ارسال عکس و ویدیو با حجم بالا را دارد. خبرگزاری فارس اما شمار کاربران ایرانی این شبکه را 13 میلیون نفر اعلام کرده و نوشته است که استقبال از تلگرام بعد از اشکالات فنی پیش آمده در وایبر شدت گرفته و چنان به مزاج کاربران ایرانی خوش نشسته که تمام گروه های ایجاد شده در وایبر، واتساپ و لاین به تلگرام نقل مکان کردند. پیشتر سایت گرداب وابسته به مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران خواستار برخورد با حاشیه سازی های تلگرام شده بود. این سایت نوشته بود عده‌ای به صورت فردی و یا سازماندهی شده در پی نشر محتوای خاص بر روی گوشی های مردم هستند. این اقدام با فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قابل تطبیق است. گرداب به وزارت اطلاعات و فناوری پیشنهاد کرده بود چاره‌ای بیاندیشند و موضوع را با مدیران نرم افزار مذکور حل و فصل کنند. تلگرام از روز سه‌شنبه دچار اختلالاتی شد اما به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا فعالیت آن هرچند به سختی ادامه دارد. محمد رضا فرنقی‌زاد مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران در پاسخ به خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه آیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیر مجاز را بر عهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و به طور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است گفت تا کنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است.
داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات نیز روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه آفتاب تاکید کرد سیاست دولت 11 از ابتدا مخالفت با فیلترینگ بوده و همچنان هم هست و تا آخر عمر این دولت هم خواهد بود. از این رو مخابرات تصمیمی برای فیلتر کردن تلگرام ندارد. البته سیاست فیلترینگ در ایران شفاف نیست. دولت 11 و قوه قضاییه نظر واحدی در این مورد ندارند. روشن نیست که اشکالات فنی و مسدود شدن موقت یا کامل سیستم‌های پیام‌رسانی وایبر، واتساپ یا لاین توسط چه نهادی ایجاد شده است. پنتاگون اعلام کرده که آمریکا و روسیه با امضای قرارداد ایمنی هوایی تلاش کردند تا از تصادفات احتمالی هوایی در آسمان سوریه پیشگیری کنند. هدف از این قرارداد صرفاً ممانعت از برخورد جنگنده‌های دو کشور است. واشنگتن و موسکو که در عملیاتی موازی در سوریه مشغول بمباران مواضع شورشیانند، با امضای این توافقنامه قصد دارند به یکدیگر اطمینان دهند که جنگنده‌هایشان فاصله معین را از یکدیگر حفظ خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه 28 مهر ماه اعلام کرد که آمریکا و روسیه برای به حداقل رساندن ریسک برخورد احتمالی هواپیماهای جنگنده دو کشور در آسمان سوریه قراردادی امضا کردند که ایمنی هوایی را برای دو کشور تأمین خواهد کرد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، واشنگتن و موسکو که در عملیاتی موازی در سوریه مشغول بمباران مواضع شورشیانند، با امضای این توافقنامه قصد دارند به یکدیگر اطمینان بدهند که جنگنده‌هایشان فاصله ای معین را از یکدیگر حفظ خواهند کرد. تحقق این هدف مستلزم برقراری ارتباط میان جنگنده هاست تا در صورتی که بیش از حد به یکدیگر نزدیک شدند امکان رفع ابهامات و بازگشت به فاصله مورد توافق وجود داشته باشد. این توافق امکان برقراری چنین ارتباطی میان جنگنده های دو کشور را فراهم خواهد کرد. از ماه گذشته میلادی که روسیه رسما مداخله نظامی خود در سوریه را آغاز کرد، بیش از 3 هفته زمان برای مذاکره بر سر پروتکل توافق ایمنی هوایی میان روسیه و ایالات متحده صرف شد. واشنگتن پست می نویسد مذاکرات طولانی بر سر شروط این توافق، آن هم در شرایطی که امکان وقوع اتفاقی غیر منتظره در آسمان سوریه بیش از همیشه است، از نشانه های بارز تنش و بی‌اعتمادی جاری در روابط روسیه و آمریکاست. جت‌های جنگنده روسیه تا کنون دست کم در 2 مورد در آسمان سوریه در فاصله 1500 پایی هواپیماهای جنگنده آمریکایی پرواز کرده و گذشته از آن حریم هوایی ترکیه را هم نقض کردند. مقام‌های آمریکایی پیش از امضای این توافق بارها بر ضرورت تعیین حدود در حریم هوایی سوریه تاکید کرده بودند و از آن گذشته نمی‌خواستند تلقی عمومی این باشد که واشنگتن و مسکو مشغول همکاری در سوریه‌اند و اطلاعات نظامی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند یا در تعیین اهداف به صورت هماهنگ عمل می‌کنند. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون پس از امضای این توافق گفت ما با استراتژی روسیه و سوریه موافق نیستیم، اما دست کم می توانیم در مورد ایمنی عملیات‌های نظامی و هماهنگی پروازها بر فراز سوریه با آنها به توافق برسیم. پیتر کوک میگوید با امضای این توافق دو طرف تعیین کردند که در صورت نزدیکی بیش از حد جنگنده ها به هم با کدام فرکانس های رادیویی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و خطوط ارتباطی پشتیبان در پایگاه های هوایی را چگونه پیاده سازی کنند تا از هر گونه سوء تفاهم و سوء محاسبه پیشگیری شود. جزئیات بیشتری درباره مفاد این توافق در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است. رهبران روسیه میگویند از گفتگوهای جامع‌تر با مقام‌های آمریکایی درباره عملیات هماهنگ علیه مواضع تروریست‌های دولت اسلامی و دیگر گروه‌های افراط‌گرای فعال در سوریه هم استقبال خواهند کرد. اما واشنگتن با این توجیه که هدف اصلی روسیه از مداخله نظامی در سوریه تلاش برای نگه داشتن بشار اسد در مسند قدرت است، از پذیرش چنین درخواستی خودداری کرده است.
اما یک مقام وزارت بهداشت ایران نسبت به باقی مانده بیش از حد نیترات و سموم کشاورزی در تعدادی از محصولات زراعی هشدار داد و آن را نگران کننده خواند. رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفته میزان این سموم در بعضی از محصولات کشاورزی 1% و در بعضی از محصولات تا 30% دیده شده است. یک مقام وزارت بهداشت ایران نسبت به باقی مانده بیش از حد نیترات و سموم کشاورزی در تعدادی از محصولات زراعی نظیر گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، برنج و خیار هشدار داده و آن را نگران کننده خوانده است. رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه 28 مهر در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته نتیجه بررسی 8 محصول پرمصرف کشاورزی نشان داده که در 8% این محصولات باقی مانده سموم کشاورزی بیش از حد مجاز است. به گفته وی میزان این سموم در بعضی محصولات 1% و در بعضی محصولات تا 30% نیز دیده شده است. نگرانی اصلی وزارت بهداشت وجود میزان بالای نیترات در محصولات غذایی است که گاه بیش از سموم آفات نباتی گزارش شده. آقای دیناروند تاکید کرده که باقی مانده سموم کشاورزی و نیترات در تولیدات زراعی اگرچه عوارض کوتاه مدت ندارد، اما اثرات خطرناک این سموم در طولانی مدت بروز می‌کند. پیش از این گزارش‌های درباره استفاده بی‌رویه از سموم نیترات دار در کشاورزی ایران منتشر شده بود و از جمله روزنامه جامعه جم به نقل از کارشناسان کشاورزی نوشت که این کودها به ویژه در نواحی شمال کشور به دلیل ارزانی رواج یافته، مانند کود اوره که در محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی به نیترات تبدیل شده و در آن تجمع می‌یابد. نیترات اثرات زیان بخشی می تواند بر روی سلامتی از جمله دستگاه گردش خون داشته باشد، به طوری که وزیر بهداشت سابق ایران در دولت محمود احمدی نژاد زمانی که گزارش هایی از میزان بیش از حد مجاز نیترات در آب تهران منتشر شد توصیه کرد که زنان حامله و کودکان شیرخوار آب لوله کشی نخورند. اما وجود نیترات بیش از حد در محصولات کشاورزی موضوعی است که رئیس سازمان دارو و غذا تاکید می کند وزارت کشاورزی به عنوان متولی این مسئله باید اقدامات جدی برای رفع آن انجام داد. به گفته وی وزارت بهداشت به مسئولان وزارت کشاورزی اعلام کرده که وضعیت محصولات کشاورزی از نظر باقی مانده سموم نامناسب است و به خصوص باقی مانده نیترات در این محصولات بالاست که باید مورد توجه قرار گیرد. آقای دیناروند در نهایت به وزارت جهاد کشاورزی توصیه کرده به کشاورزان آموزش دهند که سم را به موقع و به اندازه مصرف کنند و سموم غیر مجاز را به کار نبرند. در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که نگاهی دارد بر تحولات هفته گذشته این کشور و منطقه. ترکیه این هفته روند تعامل جدیدی را با اتحادیه اروپا آغاز کرد. سفر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به ترکیه، از جنبه‌های گوناگون برای دولت ترکیه مهم بود. بحران بی سابقه پناهجویان اتحادیه اروپا را نگران و البته ناگزیر کرده تا در این زمین از ترکیه یاری بخواد. ترکیه با قبول مشروط این درخواست امتیازاتی رو هم طلب کرد. در مقابل اتحادیه اروپا وعده داده روند پیوستن ترکیه با آن اتحادیه رو جدی‌تر بررسی کنه و شهروندان ترک هم از دریافت روادید سفر به اروپا معاف بشن. از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه بشار اسد هیچ سفر خارجی نداشته، اما این هفته به ناگاه او به روسیه سفر کرد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. گفته شده موضوع این سفر ناگهانی بررسی عملیات نظامی مشترک دو کشور هست. پوتین وعده داده کشورش همچنان از اسد و رژیمش حمایت خواهد کرد.
اما برای این بحث‌های فنی و سیاسی به نظر میرسه خود این سفر هم میتونه در قالب یک سفر نمادین بررسی بشه، به نحوی که اسد شاید با این سفر داره این پیام رو میده که قدرت او با حضور روس‌ها دارای ثبات بیشتری شده. اما در میدان نبرد ارتش سوریه در کنار سگانه متحدانش روسیه، ایران و حزب الله لبنان پیشروی‌های رو بر روی زمین داشته. اونها پس از نزدیک به 2 سال تونستن مناطقی رو در اطراف شهر حلب از دست مخالفان خارج بکنن، اگرچه در نتیجه این درگیری‌ها 70,000 نفر دیگه از ساکنان مناطق حلب آواره شدن. در عراق برخی مقامات این کشور این هفته اعلام کردند که فعلا برنامه‌ای برای دعوت از روسیه به منظور مبارزه با داعش ندارند. امریکا هم چندان تمایلی به حضور روسیه در عراق نداره. مقامات امریکایی میگن عراقی‌ها قول دادن که دعوتی از روس‌ها در این زمینه نداشته باشن، وگرنه امریکا کمک‌های خودش رو به دولت عراق قطع خواهد کرد. حیدرالعبادی نخست وزیر هم گفته اکنون زمان مناسبی برای دعوت از روس‌ها نیست. اما در خود عراق در 2 نقطه نبرد بر علیه داعش این هفته با موفقیت‌های زیادی همراه بود. نبرد نخست در بیجی با حضور نیروهای 8 شعبی که منجر به آزادسازی این شهر شد. اهمیت آزادی شهر بیجی نه به خاطر خود شهر و یا پالایشگاه نیمه کاره اون هستش، بلکه بیشتر موقعیت استراتژیکی که این شهر داره و به نوعی دروازه ورود به شهر موصل است. در استان الانبار هم البته نیروهای دولتی عراق پیشروی‌هایی رو داشتند. سری روابط 2 کشور ایران و عربستان در طی 3 دهه گذشته بی‌سابقه است. باور به این مهم که آرامش در خاورمیانه منوط به نزدیکی و همکاری این 2 کشور هست باعث شد تا حتی در این هفته آلمان هم در کسوت میانجی آستین بالا بزنه. اما فرانک شتاینمایر وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با مقامات 2 کشور ناامیدتر از آن بود که فکرش را میکرد. او گفت در شرایط فعلی امیدی به بهبود روابط ایران و عربستان نیست. اما تصویر هفته. این روزها ولادیمیر پوتین به نوعی برای بشار اسد فرشته نجات محسوب میشه. اسد شاید حالا پوتین رو در قامت یار دیرین و البته یار شیرین سخن میبینه که این روزها صراحتاً در کلام از دولت سوریه دفاع میکنه. I'm coming home to where you are, to the arms that held me long. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه می توانید مهمترین گزارش های هفته را از این برنامه دنبال کنید. با ما از طریق نشانی هایی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و ما را در جریان نظرها و نقدهای خود قرار دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما همراه هستم، بدرود.